تراسی و الان موشه مرشای لد یعقو در ادامه قوانه یعین نسخ، فرد بتپرستی که دید یعین اسرائیل رو هستن که سخت میگیرن از جنبه حسیدود که اون از اون یعینه ننوشن یا روی اون قیدوش نگن و فقط به شرط این که دیده یعینه رو خود یعینه رو، یعنی موقع که ما داشتیم یعینه از بطری داخل لیوان میریختیم، اما اگه به صرفی که فقط یعینه رو میبینه در حالی که داخل بطری هست بسته شده یا تنگی هست، هیچ اهمیتی توی موره نداره. و اگه اون بت‌پرست نیست، گفتیم مثلا مسلمونه که دیده یعینه رو، حتی جنبه حسیدوت هم توی مورد نیست و نیازی به سختگیری نیست. کسی که میفرسته یعین رو برای رفیقش از محلی به محل دیگه به وسیله فرد غیر یهودی مثلا میده پیک ببره، لازمه که ببنده اون ظرف یعینه رو که مثلا ظرف یعینه پلمب شده باشه و خود اونم رو داخل پوشش دیگه قرار بده و اونم به شکل خاصی بسته شده باشه، یعنی در واقع ختام به تو ختام. دو تا علامت اینجا نیاز داریم که مبادا یعین با یعینه دیگه ای تعویض بشه. و این از جنبه خب سختگیر در مورد یعنی نسخ هست که یعنی نسخ نشه. و همین خواهد اگر مثلا در ظرف یعنی پلمب شده است، بسته شده است، بعد اون رو داخل نالیونی میذاره، اونم پلمب پس میکنه یا به شکل خاصی گره میزنه به طرف مقابل اطلاع میده، به شکل قابل اعتماد است. شبیه همون چیزی که قبلا هم گفتیم، کسی که میفرسته برای رفیقش به وسیله غیر یهودی گوشت یا ماهی که پوسکنده شده از فیله است، یعنی از روی شکل خود ماهیه، پوستش روش نیست که ببینی فرس داره نداره چه شکلیه، اینجا هم نیاز است که ختام به تو ختام باشه. یعنی اگر از قصابی کاشر حالا فرس سفارش داده قراره براش گوشی رو بفرستن، بعد دو تا علامت مهر مشخص باشه. و همین خاطر اگه مثلا تو کیسه نایلون معمولی میذاره که این همه جا یافت میشه، علامت خاصی نیست و فقط کیسه نایلون رو یا پلمپش میکنه، این یه دونه مهر محسوب میشه و قابل قبول نیست. حداقل اینه که باید یه علامت نشونه دیگه ای مثلا وضع گوشم رو از داخل تو نایلونه قرار بده، منگنه بکنه، چسب بزنه که مشخص باشه که اگر مثلا کیسه وسط را پاره شده یا نمیدونم گویه خواسته شیطنت بکنه که گوشت رو برداشته جایگزین کرده فلان، اینها قابل تشخیص باشه. اینها کسایی که سر کار دارن دیدن که به راحتی جابجا میشه و احتمال لغزش زیاده، و همین خاطر خود جماعت محترم دقت بکنن اگه موردی هست که قراره حالا خود فرد یهودی میاره تعویل میده که اون مشکلی نیست، اما اگه توسط کارگر غیر یهودی پیکی تاکسی چیزی میفرسته، اسلب میفرسته، حتما باید اون گوشت مرغ یا غذای کاشری که ارسال میشه دو تا علامت مشخص داشته. مثلا رستوران نایلونی که چاپ شده به اسم رستوران کاشر مثلا ابریشمی، بعد اون نایلونم رو پلمپش کرده به این شکل ارسال بکنه، اگر نه این مسئله داره. و دو تا جنبه داره، هم جنبه اون کسی که رستوران داره، قصابی داره، مرفوشی میکنه، اینا رو باید دقت بکنه، هم خود جماعت اگه دارن به این شکلی تحویل نگیرن پس بفرستن، غذا عملا کاشر محسوب نمیشه چون وجود داشته موارد. حالا مثلا پیکه میخوره زمین، حالا چلو کبابه ریخته، خب اونجا برگرده اینجا گرونتر، همون بغل دست چلو کبابی ارزونتر، یک سوم قیمت یک چهارم قیمت میخره میاره تحویل میده و این باعث میخشوله. پس تو این دو مورد، موردی که گوشت یا ماییست که فیله شده هست یا غذای کاشره یا یعینه، اینا حتما باید دو تا علامت مشخصه ختام به تو ختام داشته باشه. اما مواردی مثلا
حالا ما که اینجا در مورد شیر سختگیر نمی کنم، مثلا پنیره، همین که یه دونه علامت داشته باشه روی بسته پنیره جتفرین شده که مثلا پنیر کاشر فلان، همین یه علامته حتی توسط گوی میخوایم ارسال کنیم بیاد کفایت میکنه و در این موردا نیاز به دوتا ختان به تو ختان در واقع وجود نداره. سه مواد هست قبلا گفتیم که خب به هر حال کسی که یعنیش نسخ شد دو حالت وجود داره، اگه توسط بت پرست بوده که آسول به انهاس باید دور بریزه اون رو، اگه توسط فردی که غیر یهودیه ولی خدا پرسته آسول شده به نوشیدن ولی مثلا فروش اون به غیر یهودی فلان اینها مجاز است. فردی که مثلا دوتا خمره یعنی داشته و یکی از این خمره‌های یعین نسخ شده، حالا غیر یهودی اومده دست به ایستاده فلان موردی شده، از موردی که فقط ممنوعیت نوشیدن داره، حالا اومده یه علامتی برای خودش گذاشته، مثلا یه نخ قرمزی دور اون خمره بسته، چیزی که این خط قرمزی استفاده نشه تا اون رو بفروشه و نیاز شده به یعین، حالا یکی از بچه‌ها رو فرستادن یا کارگر رو فرستادن که آقا برو از پایین یعین بیار و اونم نمیدونسته، حالا از یکی از این خمره های یعین ضرب کرده آورده، از کدوم یکی بوده مطمئن نیست. چون جا تو این بحثی که حالا اگر غیر یهودی خدا پرست هست و ممنوعیت این یعنی نسخش از ربانانه و اینجا شک وجود داره که کدوم یکی بوده یا نبوده، با وجود که محل ثابتی داشته قاوه بوده، و هم مورد قاوه رو سخت میگیریم، اما اینجا چون ایسر ربانانه میتونه اتکا بکنه شک ربانان رو و مجاز بگیره. حالا اینجا که قرائی نداریم، کسانی که به طورای شفایی اعتقاد ندارن، قرائی ما اگر چنین فردی هم تماس که پیدا کرد با یعین، اون یعین رو آسو نمی کنه از جنبه یعین نسخ. یه مورد دیگه هم که وجود داره، امروز مثلا روغن هسته انگور وجود داره که از بعد از که حالا انگور آبش رو گرفتن، از اون هسته های باقی مونده روغن می گیرن، مثلا برای روغن گرفتن و هسته ها قبل شسته شده است، خوش شده است، آبی چیزی باقی نمونه و خود به خود اون یعینه ای، اون روغنه ای تمومزه ای و ارتباطی با یعینه پیدا نمی کنه، به همین خاطر مجازه که از روغن هسته انگوری که توسط حتی غیر یهودی تهیه شده چه کارخونه های کسی که از میاد استفاده کرد و این ماموریتی از جنبه نسخ شدن شامل عالی نمیشه، چون بعد از آبگیری مثلا هسته ها رو کاملا میشونه، از پوسته های جدا شده خشکش میکنن و بعد از اونها روغن گیری میشه. گذشته حالا یعین که ما میگیم ضرورتا خود یعین نیست، هر موردی که آب انگور گرفته میشه که عملا این براخاشی که بوری پریاگفن هست همون قوانه یعین داره، و همین خاطر از این آب میوه ها ساندیس هایی که شرکت های مختلف تولید میکنن، چه این که آب انگور خالص باشه چه این که آب انگور بخشی از اونها باشه، مثلا هفت میوه است، انواع میوه های مختلف هست، خود به خود چون اون قسمت آب انگور اساس گوی گرفته شده نسخ شده و قابل استفاده نیست. یا اگر در جاییست که انسان انگور میگیره میخواد بده اونجا همونجا حالا چرخش بکنن که برای استفاده یعنی کارش ساده تر باشه، بعد دقت بکنه که حالا انگوره رو اگر اون غیر یهودی میریزه داخل چرخ، همون قسمتی که از چرخ میاد بیرون آب میاد بیرون اونجا رو خودش ظرف بگیره دیگه، غیر یهودی تماس پیدا نکنه. موارد دیگه هم مشابه وجود داره، مثلا در مورد خود سرکه، سرکه دیگه یعنی نیست، اما چون بعض وقتا تفاوت بین یعین و سرکه هم خیلی زیاد نیست،
یعنی بعضی وقتا برخا گفته میشه، جا میگه او این که ترشه، یکی میگه نه سرکه است، یکی میگه نه یعینه. به همین خاطر بحث همو سرکه هم اونم بحث نیسته شامل حالش میشه، مگر این که دیگه سرکه این قطعندی هست که وقتی که میریزن رو زمین حباب و باب میزنه، در واقع حالت جوش داره، به همین حالت هست. و همچنین در مورد قوره، قوره هم یه حالتیست که اون اول قوره هست کاملا گس تنده، اما یه حالته که قوره یه میدار رسیده تر میشه، آبدار تر میشه، بین اون حالت تندی و تیزیش و ترشیش با انگور وجه تمایزش یه میدار سخت میشه. و همین خاطر اگه کسی از که مثلا قوره خودش میگیره میخواد بده که حالا از بیرون براش آبگیری بکنن، قوره رو تعبیر اون فرد غیر یهودی بده، بریزه داخل چرخ، همه خودش اون دبر و ظرف رو بگیره از جایی که آب قوره خارج میشه خودش بگیره و دیگه با اون آب فرد غیر یهودی دخالتی نداشته باشه. که تو این موارد چه از اون جنبه آب قوره که بعض وقتا کاملا متفاوته، بعض وقتا نزدیک میشه، چه با خود یعین، چه با آب انگور، چه موردی که سرکه شده، اینها رو همه رو باید دقت بکنه که اون بحث نسخ پیش نیاد. و اگر میخواد ارسالش بکنه در مورد خود یعین که به خود فکر کنیم، باید ختم به تو ختم داشته باشه و دقت کافی به عمل بیاد.